سرخط خبرها. جلسه شورای امنیت برای بررسی گزارش درباره قطعنامه مکمل برجام. آمریکا میگوید اسناد جدیدی برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران ارائه می‌کند. قرنطینه کامل یک شهر در بریتانیا بعد از بازگشت کرونا. در ایران پزشکان درباره پر شدن ظرفیت بیمارستان‌ها هشدار می‌دهند. نگرانی دیدبان حقوق بشر از وضعیت مناطق تحت کنترل طالبان در افغانستان. طالبان میگوید گزارش این نهاد منصفانه نیست. و لباس‌های راحت، ارمغان کرونا برای کار از خانه. سلام و عصر بخیر، خوش اومدید به یک بخش خبری دیگه از تلویزیون فارسی BBC. امروز شورای امنیت به روال هر 6 ماه گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد چگونگی اجرای قطعنامه 2231 شورای امنیت را بررسی می‌کند. قطعنامه‌ای که به توافق هسته‌ای ایران رسمیت داد. وزرای خارجه ایران و آمریکا هم در این جلسه که به صورت مجازی برگزار می‌شود، از طریق ارتباط ویدئویی صحبت می‌کنند. دیپلمات‌های آمریکایی در روزهای اخیر پیشنویس قطعنامه‌ای را بین اعضای شورای امنیت توضیح کردند که هدفش تمدید نامحدود تحریم تسلیحاتی ایران است. بر اساس قطعنامه 2231 تحریم تسلیحاتی ایران کمتر از 4 ماه دیگر به پایان می‌رسد. پیشتر از همکارم بهمن کلباسی در نیویورک پرسیدم در جلسه امروز چه خواهد گذشت. روال از 6 ماه دبیرکل سازمان ملل یک گزارشی میده در مورد نحوه اجرای مفاد قطعنامه 2231 که بخش مهمش اجرای برجام هست. بخش دیگریش هم عدم فرستادن سلاح از ایران به کشورهای دیگه از جمله یمن هست. اونها هم بخشی از این گزارش خواهد بود. به طبع اشاره خواهد شد احتمال زیاد به اون سلاحایی که در گزارش چند هفته پیش دبیرکل سازمان ملل آمد که میگویند احتمالاً از ایران آمده و همچنین حمله به تأسیسات نفتی عربستان. ولی در مجموع در گزارش‌های پیشین دیدیم که هم دبیرکل سازمان ملل اشاره میکنه که آمریکا خروجش و نقض برجام از سوی آمریکا ضربه زده به اجرای 2231 و درست نبوده و حالا ایران هم بخشای از برجام رو دیگه اجرا نمیکنه. اون رو هم به طب بهش اشاره خواهند کرد. این چیزی که این جلسه رو متفاوت میکنه یه قدری با جلسات پیشین این است که هم وزرای خارجه ایران و آمریکا درش صحبت خواهند کرد. همین که مشخص است که آمریکایی‌ها ازش استفاده خواهند کرد برای اینکه تاکید بکنن برای اینکه این تحریم تسلیحاتی باید تمدید بشه با توجه به آنچه که در گزارش دبیرکل سازمان ملل خواهد آمد و خب به طبع از ایران هم خواهیم شدید پاسخ وزیر خارجه ایران رو و خواهیم باید ببینیم که چین و روسیه مخصوصا کشورهای اروپایی چگونه اعلام موضع میکنن. البته موازیشون رو در هفته‌های گذشته گفتن که مخالفن با اینکه آمریکا به صورت یک جانبه بیاد از مکانیزم ماشه استفاده کنه که اون حالا چند ماه ما هنوز باش فاصله داریم. ولی چین و روسیه با تمدید تحریم‌های تسلیحاتی هم مخالفن. به همین جهت این جلسه بیشتر برای این است که یارگیری بکنن طرفین برای وقتی که پیشنویس قطعنامه آمریکا به روی میز گذاشته میشه احتمالاً در 2-3 هفته آینده و اگر اون قطعنامه به روی میز گذاشته بشه با شکل فعلیش دست کم میدونیم که شانسی برای تصویب نداره چون چین و روسیه گفتن که اون رو وتو خواهند کرد و اگر هم نیاز به وتو ممکن است حتی نیاز به وتو هم نباشه چون باید 9 رأی لازم رو اول پیدا میکنه در 15 میان 15 کشور یا نه. بهمن کلباسی بود همکارم از نیویورک با این توضیح که قرار هست که این جلسه شورای امنیت سازمان ملل رو امروز تلاش خودمون رو خواهیم کرد که بخش‌هایی حداقل بخش‌های عمده‌ای از اون رو برای شما حتما به صورت زنده پخش بکنیم. قوه قضاییه ایران از قطعی شدن حکم 5 سال حبس برای فریبا عادلخواه، پژوهشگر ایرانی فرانسوی زندانی در این کشور خبر داده. خانم عادلخواه در دادگاه بدوی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام محاکمه شده بود. او پژوهشگر مؤسسه مطالعات سیاسی پاریس است و پارسال در سفر به ایران بازداشت شد. همزمان با فریبا عادلخواه یک پژوهشگر فرانسوی دیگر هم بازداشت شده بود، اما در نهایت ایران او را با یک زندانی ایرانی در فرانسه مبادله کرد. در ایران سازمان جنگل‌ها گزارش یک نهاد رسمی دیگر درباره آتش گرفتن ده‌ها هزار هکتار از جنگل‌ها و مراتع را رد کرده و گفته تصاویر ماهواره‌ای مورد استناد این گزارش باید با نقشه‌های این سازمان مقایسه شوند. پیشتر سازمان فضایی ایران با انتشار گزارشی گفته بود 40,000 هکتار از منابع طبیعی در یک ماه اخیر سوختند. سازمان جنگل‌ها میگوید سالانه به طور متوسط فقط 16,000 هکتار از منابع طبیعی دچار آتش سوزی می‌شوند. مرکز پژوهش‌های مجلس ایران میگوید نرخ تولد در سال 98 در مقایسه با سال پیش از آن 12% کاهش یافته و به کمترین میزان تولد در 10 سال اخیر رسیده. این مرکز در گزارشی که در این باره منتشر کرده گفته با گذشت بیش از 5 سال از ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت توسط رهبر ایران همچنان برنامه‌ریزی مشخصی برای افزایش نرخ باروری وجود ندارد. سخنگوی قوه قضاییه ایران از صدور حکم اعدام برای روحالله زم مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز خبر داده. غلامحسین اسماعیلی گفته دادگاه 13 مورد از جرایم او را توأم با هم مصداق افساد فعل ارز دانسته. آقای اسماعیلی گفته این حکم قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. آقای زم پیشتر در جریان دادرسی گفته بود اتهام‌های خودش را قبول نداره. روحالله زم در فرانسه اقامت داشت و سپاه پاسداران 22 مهر پارسال خبر بازداشت و انتقالش به ایران رو اعلام کرد. کاوه مشکات گزارش می‌دهد. در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران، دادگاهی که حکم اعدام روحالله زم را صادر کرد، مؤسسه کانال تلگرامی آمد نیوز. موارد اتهامی متعددی که آقای روحالله زم داشتند، دادگاه 13 مورد از عناوین ریز اتهامات رو توأم با هم از مصادیق افساد فعل ارز دونسته و به این جهت در مورد ایشون حکم اعدام صادر کرده. حکمی که نهایی نیست و روحالله زم میتواند به آن در دیوان عالی کشور اعتراض کند. موارد اتهامی آقای زم 17 مورد بود، از جمله جاسوسی برای اسرائیل و فرانسه، افساد فعل ارز، همکاری با آمریکا، نشر اکاذیب و توهین به رهبران فعلی و پیشین جمهوری اسلامی. این حکم البته غیر قطعی است و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور، چنانچه از ناحیه ایشان یا وکیل ایشون فرجام خواهی بشه، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد و نهایتاً هم رأی نهایی دیوان عالی کشور است که سرنوشت پایانی این پرونده را رقم خواهد زد. فقط به من اعتماد دارد. دادگاه روحالله زم با ریاست ابوالقاسم صلواتی برگزار شد. فردی که به گفته فعالان حقوق بشر رابطه نزدیک با نهادهای امنیتی دارد و قاضی دادگاه‌های متعدد پرونده‌های امنیتی در چند سال گذشته بوده. شما گفتید اینها رو من خودم گفتم. در جریان دادگاه نوار مکالمات خصوصی روحالله زم و آنچه اعتراف‌های او خوانده میشد پخش شد و دادستان و قاضی بر همین اساس سوال‌هایی از او پرسیدند. روحالله زم فرزند محمد علی زم، روحانی سرشناس و رئیس سابق حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی است. او پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری 1388 به پاریس رفت و ابتدا وبسایت و سپس کانال تلگرامی آمد نیوز را راه انداخت. رسانه‌ای که روحالله زم ادعا می‌کرد اخبارش را با ارتباط‌های خاصی که با ایران دارد به دست می‌آورد. اما نقطه اوج فعالیت این کانال تلگرامی اعتراض‌های دی ماه 96 بود. در این روزها تعداد مشترکان این کانال به 2 میلیون رسید. دستگیری روحالله زم سرشبکه سایت ضد انقلاب موسوم به مهر ماه پارسال بود که سپاه پاسداران ایران خبر از دستگیری روحالله زم داد. زم هستم، مؤسس رسانه آمد نیوز. گمانه‌زنی‌های مختلفی درباره شیوه دستگیری او منتشر شد. فهمیده بود که سرانجامش چنین است. اما یک منبع به BBC فارسی گفته بود که دستگاه اطلاعاتی عراق همزمان با ورود هواپیمای حامل روحالله زم به بغداد او را بازداشت کرده و بعد او را به ایران تحویل داده. روحالله زم اتهام‌هایی که علیهش مطرح شده را قبول نکرده بود و حالا باید دید سرنوشت این حکم در دیوان عالی کشور چه خواهد شد. کاوه مشکات، BBC. در گفتگو با رضا علیجانی فعال ملی مذهبی در پاریس، نظر او را درباره صدور حکم اعدام برای آقای زم پرسیدم. من واقعا متاسف شدم، هرچند این حکم غیر منتظره نبود، اما به خاطر روحالله زم، همسرش و دو فرزندش، واقعا تأسف‌بار بود. بله، آقای زم هم شخص خودش به هر حال تیپ خاصی بود، سادگی‌های خاص خودش رو داشت، بلندپروازی‌هایی داشت، رفتارهای بعضن غیر قابل دفاعی داشت. آمد نیوز هم به همین ترتیب. اما متاسفانه این حکم با یه نوع سکوت خبری در داخل و خارج مواجه شده، یعنی نوعی من احساس میکنم تنزه طلبی و برخورد سیاه‌وسفیدی وجود داره. ما جدا از هر احساس و قضاوت ولو درست و شخص آقای زم و آمد نیوز داشته باشیم، ولی ما با یک حکومت دموکراتیک، قوه قضاییه مستقل، تناسب جرم و مجازات اینا مواجه نیستیم. با یک حکومتی هستیم که میخواهد مخالفین رو منکوب بکنه. بنابراین من فکر میکنم باید از حقوق شهروندی ایشون، آزادی بیان، ولو تخلفاتی هم داشته باشه، ولی گفتم ما با حکومت دموکراتیک مواجه نیستیم. مورد یک آدمربایی آشکار هم مواجه شده و واقع شده. باید همه از حقوق ایشون و همه کسانی که حالا دارن برای تهدید خط و نشان کشیدن و یا فاجعه بار و تأسف بارتر این که عده‌ای رو قربانی بکنن برای زهر چشم گرفتن از دیگران. جمهور اسلامی هم خب یک حساسیت ویژه‌ای رو آمد نیوز تو دیماه 96 داشت. خب آبان 98 رو چی میگین؟ به جای فرافکنی باید خودتون رو تغییر بدین. روحالله زم با همه رفتارهایی که داشت، یه جاهای مرسا و پرنسیبایی هم به قول شما رد کرده، این تربیت شده خود شماست. شمایی که به قول مهندس صابی کسانی که درون کوریدور نهضت ملی در آمدن، پرنسیپ‌هاشون شاید تا آخر عمر حفظ میکنن، ولی از کوریدور آقای خمینی و مصلحت نظام و حفظ نظام اوجب واجبات هست میگذرن. گاهی این عبور از مرزها براشون ساده است. حالا یه موقع تو صف شما این کارو میکرد، یه موقع تو صف مقابل میکرده. این رو باید خطاب به منتقدین و اپوزیسیون هم بگیم که گاهی غیر منصفانه برخورد میکنن. درست آمد نیوز وارد جنگ اطلاعاتی با همدیگه، جنگ گورکاش شده بود، گاهی تو تلاشون هم میرفت، ولی ترکیبی که ارائه میداد اینجوری نبود یه جناحو بخواد با جناح دیگر بزنه و به نفع یه جناح کار بکنه. آقای علیجانی، اگر خیلی کوتاه بفرمایید، ما در چند روز گذشته شاهد این حکم اعدام بودیم برای تعدادی از کسانی که پیشتر دستگیر شده بودند در اعتراضات سال گذشته و حالا هم حکم اعدام برای آقای زم. واقعا فکر می‌کنید که پیغامی حاکمیت داره میفرسته؟ بله، من امیدوارم این حکم‌ها شبیه حکم‌هایی باشه که قبلا برای آقای آقاجری، آقای اشکبری صادر شده بود، نه احکامی که خب برای اینکه زهر چشم بگیرن بخواد اجرا بشه. اینا باید توجه بکنیم که به هر حال من شنیدم پدر روحالله زم گفته که دیگه دوستان قدیم هم تلفن‌های منو پاسخ نمیدن. اینم بازم باید توجه کنیم که روحالله زم علی‌رغم اینکه چند بار اظهار ندامت و تأسف کرد از برخی کارهاش، ولی تو اون قالب تواب یا بلبل زبانی به تعبیر باجیات اون قالب ها نرفت. بنابراین این تحقیق رو باید یه مقدار جدی‌تر برخورد کرد و جدا از هر نوع صف‌بندی سیاسی این سکوت خبری و شکست از حقوق همه کسانی که در این دستگاه قضایی فاسد و ظالم در محاکمه غیر عادلانه میشن، غیر منصفانه میشن، باید از حقوق اونها دفاع کرد و نگذاشت که این ارعاب افکنی بتونه به موفقیت منجر بشه. رضا علیجانی بود، فعال ملی مذهبی، با ما. اما به میانه برنامه رسیدیم. نگاهی بکنیم به سرخط خبرهای مهم امروز. شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی گزارش 6 ماهه درباره قطعنامه مکمل برجام جلسه برگزار می‌کند. آمریکا میگوید اسناد جدیدی برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران ارائه خواهد کرد. با افزایش شمار بیماران در ایران، پزشکان درباره تکمیل ظرفیت بیمارستان‌ها هشدار دادند. در ادامه این برنامه، مد در دوران محدودیت‌های کرونا. دولت ایران میگوید بسیاری از شهروندان نسبت به خطر کرونا بی‌تفاوت شدند و ممکن است مجبور شوند محدودیت‌های رفت آمد را دوباره اعمال کنند. در بریتانیا هم با افزایش موارد بیماری در شهر لستر، این شهر دوباره شاهد اعمال محدودیت بر کسب و کارهای غیر ضروری بوده و این در حالی است که در نقاط دیگر بریتانیا تا چند روز دیگر فعالیت‌های اقتصادی به صورت گسترده از سر گرفته خواهد شد. باران عباسی گزارش می‌دهد. خیابان‌های تهران شلوغ، حضور افراد در مکان‌های عمومی بدون رعایت فاصله اجتماعی، در حالی که شمار مبتلایان رو به افزایش است. هشدار درباره تکمیل ظرفیت بیمارستان‌ها از زبان پزشکان در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران. متاسفانه ما افزایش مراجعات داشتیم. به نحوی که تقریبا میشه بگیم شبیه اسفند ماه شده. متاسفانه تختای بیمارستانیمون خب در حال حاضر پر ظرفیتی براش نمونده و اگر مردم رعایت نکنن متاسفانه شرایط خوبی نخواهیم داشت و تختی نمونده که بخوایم برای اینا راه خدمت بدیم. شاید بگم مراجعاتی که ما داشتیم 3 برابر گذشته شده. ما روزانه حدود 150 مورد نمونه‌گیری توی مراکز جامعه سلامتمون داریم انجام میدیم که حدود 50% موارد هم مثبت می‌شد. به گفته وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته نزدیک به 2500 مبتلای جدید شناسایی شده و نزدیک به 150 نفر هم جان خود را از دست دادند. شمار کل مبتلایان قطعی به حدود 228000 نفر رسیده و بیش از 10800 نفر هم جان باختند. یعنی کرونا رو همچنان درگیرش هستیم. حالا پزشکان میگویند شهروندان خطر بیماری را مثل گذشته جدی نمیگیرند. اون همکاری که خود مردم داشتن در جهت کاهش انتقال این ویروس و چرخش ویروس متاسفانه مقداری کاهش پیدا کرده. بیماری هشداری مشابه از سوی دولت و اعلام تصمیم‌هایی برای وادار کردن مردم به رعایت توصیه‌های بهداشتی. مهمترین عامل پیک‌های جدید عادی شدن کرونا برای مردم بوده و رفتارهای غیر بهداشتی و پرخطری که مردم دارن بروز میدن. از روز 15 تیر ماه استفاده از ماسک در اماکن سرپوشیده عمومی و در مناطق قرمز و نارنجی اجباریه. در مشاغل قرمز و نارنجی هم که در گروه‌های 3 و 4 تعریف شدن، در مناطق سفید با تشخیص وزارت بهداشت استفاده از ماسک اجباری خواهد بود. وضعیت استان‌های خوزستان، کردستان، آذربایجان غربی و شرقی، بوشهر، هرمزگان، خراسان رضوی و کرمانشاه قرمز اعلام شده. استان‌های ایلام، گلستان و لرستان هم در وضعیت هشدار هستند و به گفته وزارت بهداشت کمی با وضعیت قرمز فاصله دارند. شرایطی که در بعضی دیگر از کشورهای جهان هم دیده می‌شود. سازمان جهانی بهداشت هشدار داده که کووید 19 به سرعت در حال انتشار است و بعضی نقاط هنوز حتی به نقطه اوج بیماری نرسیده. متاسفانه باید بگم که در شرایط فعلی ما نگرانیم که وضع از این بدتر خواهد شد. ما همه میخوایم زندگی عادیمون رو از سر بگیریم، ولی واقعیت اینه که هنوز حتی به نقطه پایان نزدیک هم نشدیم. This is not even close to being over. در آمریکا رکورددار شمار قربانیان در جهان، افزایش نگرانی‌ها در پی هجوم مردم به سواحل، بارها و رستوران‌ها. جنوب و غرب آمریکا معروف به کمربند آفتاب، حالا کانون جدید کرونا. با شناسایی 10,000 مبتلای جدید، محدودیت‌ها به بعضی ایالت‌ها بازگشته، از جمله فلوریدا، تگزاس و آریزونا. و اینجا در هند، یکی دیگر از کشورهای درگیر بحران. ساحل رود گنگ خلوت‌تر از هر سال. در کشوری که کرونا بیش از 2 میلیون نفر را آلوده کرده و جان بیش از 15,000 نفر را گرفته. با وجود گسترش وسیع ویروس، محدودیت‌ها کم شده و بعضی از زائران به اینجا بازگشتند. اما به نظر می‌رسد تا پایین آمدن شمار قربانیان، معابد مقدس هندوها اینجا همچنان چشم انتظار مهمانان خواهند ماند. باران عباسی، BBC. دیدبان حقوق بشر در گزارشی تازه اعلام کرده که با وجود تعهد طالبان برای انجام اصلاحاتی در مناطق تحت کنترلشان، محدودیت‌های اجتماعی مثل گذشته در این مناطق وجود دارد و مردم نمی‌توانند خلاف اقدامات این گروه حرفی بزنند. این نهاد میگوید شرایط کنونی نگرانی‌هایی درباره اراده طالبان برای پایبندی به رعایت حقوق و آزادی‌های مدنی پدید آورده. گروه طالبان که مشغول مذاکراتی برای صلح است میگوید این گزارش به شکل غیر منصفانه‌ای نوشته شده. همکارم نسیم نوا از کابل با ما هست. نسیم، عملاً این واکنش طالبان که میگه این غیر منصفانه است، این گزارش چطور تهیه شده؟ این گزارش طولانی 69 صفحه‌ای ظرف 1 سال از اوایل 2019 تا اپریل 2020 تهیه شده از طرف دیدبان حقوق بشر با عنوان شما حق شکایت ندارین، که سعی کرده محدودیت‌های زندگی در مناطق تحت کنترل طالبان را برجسته بکنه. در این گزارش با کسانی که در این مناطق زندگی می‌کنن و حتی طرف طالبان مصاحبه شده و بیشتر روی 3 محدودیت عمده تمرکز کرده، اگرچه خیلی طولانی است ولی 3 محدودیت محدودیت بزرگی که ذکر شده که از اون نگرانی‌های بنیادهای حقوق بشری هست اینه که هنوز تحصیل زنان و دختران در مناطق زیادی که تحت کنترل طالبان هست انعطاف پذیری زیادی نداشته. دختران اجازه رفتن به مدرسه یا مکتب را پس از سطوح ابتدایی کمتر داشتن، اگرچه یک سری تغییرات در سالهای اخیر بوده ولی هنوز هم طالبان ممانعت ایجاد میکنن. دروازه‌های مدارس را در مناطق مختلف بارها بستن. حمله به مکاتب هنوز ادامه داشته، در سالهای اخیر همچنان وجود داشته و همه این محدودیت ها اگرچه حس می شد که با شروع مذاکرات تغییر بکنه و حتی بارها از گروه طالبان در مذاکرات با آمریکا پرسیده شد که آیا با تحصیل و تعلیم دختران مشکلی ندارن، گفتن که هیچ مشکلی نیست اگر مطابق با شریعت اسلامی باشه، اما هیچ تضمینی وجود نداره در صورتی که سهمی در چنین مسائل داشته باشن به دختران اجازه بدن، چون تعریفشون از شریعت اسلامی کاملا مغایر با قانون اساسی افغانستان و شرایط فعلی افغانستان هست. علاوه به محدودیت‌های اجتماعی دیگه اشاره شده که طالبان رفت و آمد، نوع لباس پوشیدن، ظاهر آدم‌هایی که در این مناطق زندگی می‌کنن را کنترل می‌کنن. تیم امر به معروف و نهی از منکر طالبان افراد را وادار می‌کنه که به نماز جمعه حضور پیدا بکنن و همینطور محدودیت‌های دیگه مثل آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات. به مردم اجازه نمیدن در خیلی جاها که از تلویزیون، ماهواره، اسمارت فون و تکنولوژی که خودشان استفاده میکنن استفاده بکنن. همینطور اشاره شده به حمله به خبرنگارانی که مشخصا به خاطر یک گزارش خاص یا کار خاص کشته شدن و برعلاوه به این موضوع که همیشه طالبان علیه حکومتیان، کسانی که کارمندان حکومت را حتی با خودشان بردن، کشتن و همه اینها باعث میشه که نگرانی ها وجود داشته باشه که آیا طالبانی که هنوز در 19 سال گذشته و حتی پس از توافقنامه صلح با آمریکا با چنین شرایطی که مثل دوران حاکمیت طالبان در افغانستان بود با همین روش پیش میرن، آیا ممکن است که با توافق صلح با حکومت افغانستان تغییری در اینا ایجاد بشه؟ ممنونم ازت نسیم نوا همکارم از کابل. چند خبر کوتاه. چین قانون جنجالی جدیدی رو که اقتدار امنیتی و سیاسی پکن بر هنگ کنگ رو بیشتر میکنه تصویب کرد. این قانون که ماه گذشته در همایش سراسری حزب حاکم کمونیسم طرح شده به پکن اجازه میده با ساکنان هنگ کنگ به بهانه براندازی، تلاش برای جدایی طلبی و همکاری با دولت‌های خارجی برخورد کند. حامیان دموکراسی در هنگ کنگ این قانون را پایانی بر خودمختاری و نابودی دموکراسی در این منطقه می‌دانند. نتیجه یک بررسی تازه نشان می‌دهد دولت چین به منظور محدود کردن جمعیت مسلمانان اویغور زنان را در منطقه سینکیانگ به عقیم شدن یا استفاده از وسایل جلوگیری از بارداری وادار می‌کند. بر اساس بررسی‌های یک محقق آلمانی، زنانی که از این کار سر باز بزنند به اردوگاه‌های موسوم به بازآموزی منتقل می‌شوند. چین به انتقادهای بین‌المللی برای فرستادن حدود 1 میلیون مسلمان اویغور به این کمپ‌ها روبرو هست. دولت چین همواره هر گونه بدرفتاری با اویغورها را تکذیب کرده و گفته این اردوگاه‌ها بر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای تمرکز دارند. فیسبوک از راه اندازی کارزار جدیدی برای کمک به کاربرانش در شناسایی اخبار جعلی خبر داده. این تصمیم در حالی اعلام شده که در روزهای اخیر بیش از 150 شرکت از جمله کوکاکولا و استارباکس در اعتراض به کمکاری فیسبوک در مقابله با اطلاعات جعلی و نفرت پراکنی در این شبکه اجتماعی انتشار تبلیغاتشان رو در فیسبوک به طور موقت متوقف کردند. شرکت موجی مشهورترین سیرک آکروباتیک دنیا موسوم به سیرک دوسولی اعلام ورشکستگی کرده و خواستار برخورداری از حمایت‌های موجود برای شرکت‌های ورشکسته شده. این شرکت به علت شیوع جهانی کرونا ناچار شده ده‌ها برنامه نمایشیش رو در آمریکا، اروپا و استرالیا متوقف کنه. بیشتر کارکنان این شرکت کانادایی که 4000 نفر هستند بیکار شدند. مجلس استرالیا در گزارش اعلام کرده اگر اقدام لازم صورت نگیرد، کوالاها در ایالت نیو ساوت ولز این کشور طی چند دهه منقرض خواهند شد. در این گزارش آمده که آتش سوزی و خشکسالی زیستگاه این پستاندار کیسه‌دار رو با خطر جدی روبرو کرده. فقط در آتش سوزی های سال گذشته حدود 5000 کوالا کشته شدند و حالا جمعیت آنها بسیار کمتر از 36000 برآورد می شود. با خانه‌نشینی مردم در دوران کرونا مدهای جدیدی در حال پیدایشه. تماس‌ها و جلسه‌های کاری که از طریق کامپیوتر و وب‌کم برگزار میشن باعث شده خیلی‌ها بالاتنه لباس رسمی بپوشند و پایین‌تنه لباس راحت خانگی. سارا تامز نگاهی کرده به اینکه چه لباسی برای کار از خونه مد شده و چه لباسهایی از مد افتاده. دانیل بوی یکی از تاثیرگذارترین طراحان مد در سنگاپور است. در ماه‌های اخیر او مد لباس‌های شیک را با لباس‌های راحتی تلفیق کرده. سبکی را که او حالا پیشنهاد می‌کند مناسب کسانی است که دفتر کارشان میز ناهارخوری خانه است. مد من داره کارآمدتر میشه، اما کارآمدی به معنای کم شدن خلاقیت نیست. یه رازی رو بهتون بگم، چون برای یه جلسه ویدیویی لباس خوب می‌پوشین به این معنی نیست که همه روز باید لباس رسمی تنتون باشه. اگه سه جلسه مختلف داشته باشم فقط کتم رو عوض میکنم. برای خیلی از ماها لباسهای کارمون یعنی کت و دامن و کفش و حتی شلوار رو هفته هاست از کمد در نیاوردیم. با بیشتر شدن کسانی که از خونه کار میکنن لباس به طور قابل توجه خودمونی تر شده و بعضا دو شخصیتی شده. مردم باید برای جلسات ویدیویی کارشون لباس رسمی بپوشن، اما فقط از کمر به بالا. فقط حواستون باشه جلوی دوربین پا نشید وایسید. در دوران کووید 19 تک فروشی ها و فروشگاه های مد برای لباس های بالاتنه تقاضای بیشتری داشتند، اما نه برای پایین تنه. لازادا بزرگترین فروشگاه آنلاین در آسیای جنوب شرقی میگوید تقاضاهای آنلاین برای لباس خواب زنانه 230% افزایش داشته از ژانویه تا پایان ماه می. سفارش شلوارک مردانه 100% بیشتر شده. تیشرت بدون آستین مردانه 200%. بسیه به عنوان یک طراح لباس که از خانه کار می کند مدت هاست که لباسهای راحت را ترجیح می دهد. او دوران کرونا را یک فرصت تجاری دید و برای مد جدید تولید تازه را شروع کرد. اینا لباسایی هستن که با حال و هوای روز مرتبطن. احساس میکنم این مد جدید موندنیه چون خیلی با ما اخت گرفته. بعضی طراحان مد مصممند که بعد از پایان این همه گیری جبران مافات کنند. اما سوال اینجاست که آیا لباس‌های شیک تلفیقی در کمدهای ما میمانند یا سر از حراجی‌ها در میآورند؟ سارا تامز، BBC نیوز، سنگاپور. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید.